با شلیک به بادکنک تیم تو بچین. امروز 3 تا از بادکنک ها رو به دیوار آویزون کردیم و توش به صورت رندوم بهترین بازیکن‌ها، ضعیف‌ترین بازیکن‌ها و مجازات قرار داره. پس باید با هوش و حدس درستی که میزنیم بهترین بازیکن‌ها رو هدف بگیریم، وگرنه مقابل قوی‌ترین‌های ای فوتبال می‌بازیم. گاو خدا. خب آقا بریم ما هم دیگه شروع کنیم. از بین این 3 تا بادکنک میخوام همین اول رونالدو رو بکشم بیرون. آقا من خدا وکیلی یادم رفته تو کدوم رونالدو رو گذاشتم. آقا یه فیلم بردار کدومو بزنم؟ شما اصلا انتخاب، یه رنگی به هم بگو همینجوری عشقی. مشکی وسط. وای 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 مشکیه رو زدم. مشکیه مارادونای 5 ستاره رو در میارم. از بین 3 تا کارت مارادونا رو در آوردم. میدونی یعنی چی؟ 10 تاش مجازات بوده، 10 تا بازیکن چرت و پرت، 10 تاش خوب بوده. مارادونا رو در آوردم. عشق، نفس خدا بیامرزتت. پس ما رادونا به عنوان اولین بازیکن وارد ترکیب شد. خب آقای فیلم مردار مشکی پسند کدومو دیگه بزنم؟ بزن آبی بالا. آبی گنده. فیلم مردار استقلالیه، شاید آبی نخوره. صداش خیلی رو مخه، صداش خیلی رو مخه. بذار ببینم کیو گرفتم. وای خیلی خوبه، 5 ستاره شو دیدم. شما بگین چه کارتیه. فندوی کو در میارم؟ باورم به قرآن دارم میگم، 1% من نمیدونم که اصلا توی هیچ کدوم از اینا چه کاردی هست. معلوم نیست. جلو بیا بگیر، جلو خدا وکیلی بیا بگیر لول شده است داخلش. مثلا نگو این که سفیده لول شده، اصلا توش هیچی معلوم نیست. هیچی معلوم نیست که اصلا من بخوام ببینم که توی کدومشون چیه. دو تا بازیکن خفن، میریم واسه سومی. فندوی که بمونه دومین بازیکن وارد ترکیب شو. نمیدونی بیشتر نگران چیه؟ من نگران اینم که مثلا 5 تا خوب بزنیم در بیاریم، بعد یه دفعه بزنه اون که مجازات همه حذف، پدرمون در میاد دوباره از اول بعد بزنم. قرمز رو میخوام بزنم به عشق پرسپولیسیا، با قرمزم میزنم. قرمز اونوری رو میخوام بزنم بالای آبی. بزرگا خیلی صدا داره. وای خیلی بد صدا میده، واقعا بد صدا میده. چی بود توش؟ کارت بود. به نظرم خوب بد باشه. بهم بگو چیه. رونالدو رو در میاره، باورم نمیشه. به عشق پرسپولیسیا دادم قبلی، به عشق استقلالیا، اینم عشق پرسپولیسیا. ببین گفتم من رونالدو رو در میارم، تیر سوم رونالدو اومد تو تیم. آقا رونالدو 102. پس رونالدو به عنوان بازیکن سوم وارد ترکیب شد. همه رنگی گذاشتم من، یادم نیست موجود. آقا سفید بزن. سفید. سفید. سفید پسندی. توسی چی؟ با توسی حال نمیکنی؟ صورتی. اوه صورتی بد. من میگم ببین وسطی ها همیشه بدن، یا چپ شما باش یا راست. وسط میزنم. ببین نشونگیری 100 از 100. وای وای مجازاته، مجازات در اومد. این برگه در میاد یعنی مجازاته. این برگه همه حذف نیفتاده باشه، خیلی بد میشه اگه همه حذف باشه. بازیکن بعدی فقط نیمه دوم میاد. هیچی ریل، یعنی یه بازیکن اضافه ما باید بزنیم. الان خدا کنه یه بازیکن چرت و پرت در بیاد فقط بره توی تعویضی ها. کدومو بزنم؟ سفید بزن. سفید. من گفتم وسطو نزن، یا چپ باشه یا راست. همونو زدیم وسط. یه دونه شانسی هستم میخوام بزنم همینجوری. کارت در اومد. کارت. کارت خوبه، دیدمش. آقای پتر چک افسانه ای میاد توی گودمون. پتر چک، شانسی زدم پتر چک رو گرفتم. از بین 30 تا کارت داریم 10 تایی بهترشون رو داریم در میاریم. همه خوبا رو گرفتیم؟ تقریبا همه خوبا، همه بهترین ها رو گرفتیم. 4 تا از بهترین ها رو گرفتیم. ووش باید بره تعویضی. خاک تو سرمون، دروازه‌بان نداریم، گلر. یعنی من الان از بین این 30 تا یه دونه گلر دیگه شزنی داریم، اونو در نتونم بیارم، گلر نداریم. پس پترشیک به عنوان بازیکن 4 وارد ترکیب شد. آقا بذار کوچیکار رو بزنم خدا وکیلی. به نظرم کوچیکا خودم من باد کردم، نمیدونم چه هدفی داشتم اونا رو کم باد کردم، ولی به نظرم چیز بدی از توش در نیاد. میخوام نارنجی وسطو بزنم کوچیکه. قرمز خورد. قرمز. وای مجازات، مجازات. ای بر اون پدرت. وای حاجی توش 5 تا بازیکن حذف در بیاد بدبختی. وای وای بدبخت شدی. همه بازیکن‌ها حذف میشن. چرا؟ مگه میشه اصلا؟ میشه اینو قبول نکنی؟ نه نمیشه، جزء قانونه. آخه خیلی اکثر بهترین بازیکن‌ها رو درآوردن. حذف، همه بازیکن حذف. الان رونالدو دیگه نمیاد، پدرچک نی، مارادونا، فندایک. حذف. یعنی ما کلا 6 تا بازیکن خیلی خوب داریم تو این همه بادکنک. الان یعنی ما دوباره باید 11 تا رو از اول بزنیم. عالی شد. من پیشنهاد میدم کوچیکا رو نزن، چون از کوچیکا چیز خوبی در نمیاد تا الان. راست میگه، هر دو تا کوچیک زدیم دوتاشون هم مجازات در اومد. بزن به ترکه دیگه اون بی پلاست. ساق باز دوباره کوچیک. آه یه کارت در اومد. بیا کیلینی مزخرف. کیلینی چنده؟ کیلینی 90. فندای کدادی میرفت از بین این همه بادکنک، کیلینی 90 رو گرفتیم. پس کیلینی به جای فنداک وارد ترکیب شد. دوتا رو
یه تیر و دو نشان، دو تا کارت. یکی این کارت، تو چرا افتادی؟ واسه اولین کارت چیه؟ نگاه کن تو رو اول فصل. آربی لوکاس وازکز 90. لوکاس وازکز هم به عنوان دفاعی راست وارد ترکیب شد. من نمیدونم اون کدوم بوترکتان. وای این خوبه. آشغاله. 78 آقای آدام و تروره. هر چی بازیکن داریم در میاریم از اون موقعی گفت همه هست، همه آشغال داره در میاد. پس آدام و تروره به جای مارادونا وارد ترکیب شو. خواهم بزنم بالا. بالایی ها خیلی داشت خوب میداد. اصلا به هم ریخته. چهار تا بهترین بازیکنم اون عدد سلیم الان کی بخواد بره نوک وایزه گل بزنه؟ مجازات سر اومد. یه بازیکن خوب بگو. بهترین دروازه‌بان ای فوتبال، مثبت بهترین دروازه‌بان ای فوتبال گرفتم. این گزینه در اومد یعنی خودم میتونم بهترین دروازه‌بانی که تو بازی دارم رو بیارم. پترچک بهترین دروازه‌بانم خوب میتونم بیارم. آره اونجا بودا میتونی گفت هست غلط کرد گفت هست من میارمش پس. پترچک اومد دفاع موندم تکمیل مهاجم مسی مهاجم نداری مهاجم پس پترچک توی ترکیب میمونه. مهاجم خیلی بد صدا واقعا این کارو تو خونه امتحان نکنی. من واقعا احمقم دارم این کارو تو خونه امتحان میکنم. جدی دارم میگم واقعا یه آدم احمق فقط میتونه این کارو تو خونه بکنه. چی در اومد؟ جون آقا بلینگام. آقا بلینگام 100 تو ترکیب میشه 102 سه اومد تو ترکیب. خدا خیرت بده یعنی درود به اون شرف کسی که اینا رو باز کرد. خودمو دارم میگم پس بلینگام بمونه بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. ما الان دفاعمون رو داریم، هافبکمون رو داریم، دروازه‌بانمون رو داریم، بریم مهاجم بگیریم. الان هافبک به ما چرت و پرت هم بده اینجا دیدین میشن بازیکنک چه قشنگ با دست خط خانه فیلم مردا رو گوشاشو گرفته. خب خوبه صدای عالی اومد وسط زمین، اومد وسط زمین. یه کارت خوب باشه. کارت بدیه، کارت بدیه احساس میکنم. نه جانم آقا الله یار، یعنی شما توی کل زندگی من باید تو ترکیب من باشی. رونالدو نیامد اشکال نداره، مسی فنی عیب نداره، میذاریم تو نوک تیمم میبریم. اوورال فقط 70ه کاریش نمیشه که سخت شد. پس الله یار به جای رونالدو وارد ترکیب شد. چرا بهترینا در نمیاد اصلا؟ یه دونه بلینگام ما در آوردیم. این چرا تو حلق منه؟ کوچیکو میزنم خیلی صدا نداشته باشه. بزرگا آخه رندومه. من مثلا الان میذارم بزرگم بذارم یعنی به ترکه آ کوچیکو زدم. یه کارت در اومد ازش. همسایه‌های عزیز من عذر میخوام واقعا. قبل از اینکه این کارتو باز کنم اگه دارین این ویدیو رو میبینید من از همینجا طلب بخشش و مغفرت میکنم ازش. باز میکنیم عالی. بهترین کارت دنیا. بهترین کارت دنیا. 72 مهدی ترابی میدونی یعنی چی؟ میدونی مهدی ترابی کیه؟ بهترین بازیکن جهانه. میدونی میتونه ترکیب همه رو میزنه. از رونالدو، پترچک و فندایک رسیدیم به مهدی ترابی. عالیه واقعا. پس مهدی ترابی به عنوان وینگر چپ وارد ترکیب شد. چند تا کارت درآوردیم؟ 1 2 3 4 5 6 یه دونه دروازه بان 7 4 تا دیگه من میگم. من میگم سفید کوچیکو بزنی. من میگم این وسطیار بزن توسی وسط. خیلی صدا داره ها بزن. بزن آه. بزن قورباغه قورت بده. مگه اینجا آقا برایان تریسی داره تدریس میکنه. الان اگه نخوری یعنی من قورباغه قورت ندادم. قورباغه تو قورت بده، قورباغه تو قورت بده. میگه تو تاره چیه این قائدی اومد تو ترکیبمون. هی میگه قورباغه تو قورت بده. قورباغه چیو قورت بدیم آقا؟ ها قائدی و نمیدونم هر چی بازیکن دریوری همش داره میاد. آخه من میگم 10 تا بازیکن دریوری من گذاشتم چرا بقیه‌شون در نمیاد؟ اینا چرا تموم نمیشه؟ پس مهدی قائدی به عنوان بازیکن بعد ایوار ترکیب شد. من میگم چپو بزن. نگاه کن چپو. راست میگه چرا اصلا هیچ کدوم چپو نزدم من. راست تو بیشتر چه زدی؟ چپو بزن آقا. ما دست چپ چپو میخوام نشونه بگیرم آقای فیلم بردار. ای نمیخوره اصلا من نمیدونم چرا انقدر. وای کارت تو رو جان ببین خوبه کارتش خوبه 100 کارتش خوبه. آقا تورس عزیزان کناره آقا اللهیار عزیز تورس 99 اگه شما نکنم فکر کنم به 100 هم برسید میرسید. ببین میتره کنه دو تا بازیکن دیگه خفن مثل تو تورس عزیز دل به خدا واقعا دل این بازیکن رو میذاشتم از زمانی که لیورپول بود شما یادت ما میرفتیم پی اس تو بازی میکردیم بازیکن از اون موقع است زمانی که تو تریلر 2010 بود با مسی شروع میشد پی اس. پس تورس هم به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. بذار من راه چپو بزنم خیلی راست زدی به نظرم. میشه تو بیای بزنی؟ اذیت دارم میشم اصلا نمیتونم بزنم. وای هم سر صدا هم مجازات بدتره. چی؟ چهار وای بد بخ شدیم. چهار فوروارد یعنی ما دو تا ترکیبمون چهار تا مهاجم بذاریم. الان البته بدم نیستیم. یه آدم تراوره داریم، یه دونه الایار داریم، یه دونه تورست داریم، تورابی هم می‌ذاریم چپ. آره دیگه کی به کیه؟ اصلا ستای بالا رو بزنم هر کدوم خود بزن. بانامو یاد خود کارت، بانامو یاد خود کارت. خدا وکیلی این دیگه باید کارت خوبی باشه. هر چی کارت آشغال بود ما کشیدیم بیرون. من نمیدونم چه جوری کشیدیم بیرون کارتای خوبو. نکشیدیم. روزبه چشمی.
آقا همه ایرانی در اومد که من باورم نمیشه چرا خوبا در نمیاد، همه بدا داره در میاد، چرا تموم نمیشه اینا؟ پس روز بهش به عنوان دفاع وارد ترکیب شد. از بین اینایی که مونده کدوم بهتره به نظرت؟ من میگم از این دو تا قرمزا یه دونه رو بزنم، هر دو تاش به نظرم چیز خوبی بود، چون قرمز رونالدو بهمون داد، با قرمز دوباره بزنیم شاید مسی بده. قرمزو میزنم آقا. ببین اگه این بد در بیاد یعنی واقعا خراب کردیم، ولی حسم میگه خوبه. جانم آقا این اینستا تموم میکنه کارو. ببین این اینستای 99 تمومه کارو، حداقل توی هر پست یه دونه بازیکن خوب داریم که بتونیم یه غلطی بکنیم، تعویضی ولی نداریم. این اینستا به عنوان آخرین بازیکن وارد ترکیب شد. بریم توی ترکیب ببینیم که مقابل بهترین های فوتبال میبازیم یا میتونیم ببریم. حالا با یک بشکن ترکیب درست میشه. حالا با ترکیبی که از بازیکن‌ها چیدیم به سمت بازی اول میرویم. و اما حریف اول دیوین 4 بارسلونا یا 3 درست هده. این از ترکیب ما، ترکیب حریف گریزمن 105 داره یارو. واسکاریای زیبا. واسو میده واسکز. میریم واسه ارسال. آدم تروره ارسالشو انجام میده. الله یار وای. آدم بده پاس تو. وای الله یار. وای الله یار. الله یار پاس تو بده. بزن تو رو می بزن. چشمی بده. بده سری پاس تو دیگه یه بار دیگه مقای مهدی قاضی ترابی قاضی و ترابی دارم قاضی میکنم درست پاس بده یه دور پاس تو مقصد نرسید یعنیم نرگیره فقط داد زدم همه شروع داره گوشه میراج اصلا تی استراتژی خاصی دیگه نداره اوش از اونجایی که مهدی ترابی اصلا خوب بازی نمی کنه جاشو با آدمات رو عوض کردیم وای آفساید نیست بازی اول بود درخشش دروازه بان حریف باختیم پس باید دنبال یه راه چاره میگشتیم ترجیح دادیم مثل تغییرات توی تیم انجام بدیم که کلا روند ترکیبمون تغییر پیدا کنه ولی واقعا میتونستیم ببریم اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین حتما دکمه لایک به ویدیو رو بزنید و اگر جدید هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید دمتون گرم و حالا با سمت بازی دوم میرویم یعنی من موندم این همه ما قانون گذاشتیم 10 تا من قانون گذاشتم هیچ کدوم در نیامد اد اون بدترین همشون که دیشب میگفتم خدا کنه این در نیاد در اومد و اما حرف دوم دیویژن 5 حداقل اینو دیگه باید ببریم و اما ترکیب حریف ببین اصلا نمیخوام ببینم اصلا ترکیب حریف رو نمیخوام ببینم میخوام همینجوری برم همینجوری الله وکیلی شما وقتی ترکیب حریف رو نبینی میری میزنی میترکونیش این خط این نشون حاجی اینجا ما کمک نداریم اگه کمک داشتیم وضعیتمون یکم بهتر بود ارسال بزن تورس بره بچرخ تورس بچرخ شود تو بزن بگیرش بابا ترچک اسکول برو تورس تورس بزن تورس وو خیلی سخته با 4 تا فوروارد تا الان بازی نکردم از اونجایی که مسی تو رو بی واقعا داشت بعدم دیگه جاشو با بلینگام عوض کردیم خیر بلند شو برو کلا بدر چک برو بده پاس تو بزن برو کلا همینا میخوام وای پنالتی دادم کارت قرمز رو داد بهمون 10 نفره شدیم ریدیم وسط وای میستم وای بده این ور وای باورم نمیشه چقدر گاوی وای باورم نمیشه نبردم اینو بازی دوم واسه موفق تامیز نبود و تونستیم که فقط مساوی بکنیم ولی سختی کارمون اینجا بود که روزی هیچکی ما نمیتونستیم واسه این بازی استفاده کنیم پس به جای یه بازیکن ایرانی دیگه با همون اوورال تعویضش کردیم و به سمت بازی آخر میرویم بازی دیویژن 4 یارو و اما ترکیب حریف اصلا مهم نیست ببین من این تیم رو نبردم هر چی دلت خواست تو کامنتا بگو برو آدما بده الله یار باریکلا بده اینور بزن اینور تمومه گل نمیخورم اینو گل نمیخورم اینو گل میدم گل نخورم گاو خدا تو دست گوهته این استه بدن گل رو از این گوها دیگه نخوری یا بده وسط مدیو بزن دیگه بده بازو بزن اونور فو گل نمیشه نیمه اول دو بار یک جلو بودیم ما دقیقا همین نتیجه رو حفظ میکردیم تو بتونیم آخرین بازی رو ببریم من با این تیم اصلا ببرم قوقا کردم یعنی تو تاریخ باید ثبت بشه با این تیم مزخرف این تیمی داریم میبریم اینو ما یه پاس عالی به تورس دروازه خالیه آن را سینیاسا میده به خود آدم ها مثل آدم باید پاسه چو بده بزنین
بزن الله یار بارک الله. 3-1 تموم بارک الله. میبریم آقای بازیو. اگه از این ویدیو لذت ببرید دوستان که بازم از این ویدیوها بگیریم حتما کامنت بزنید و این دو تا ویدیو رو ببینید. دمتون گرم.